دلار باز هم گران شد. به گزارش سایت مثقال، قیمت دلار بعد از ظهر روز چهارشنبه به 1339 تومان رسید. از روز دوشنبه تا کنون قیمت دلار 34 تومان افزایش یافته است. جام جم آنلاین بعد از ظهر روز چهارشنبه در این زمینه نوشته است: سیاست یکسانسازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی یک قدم با شکست فاصله دارد. کامران دادخواه، کارشناس و استاد اقتصاد در آمریکا، در زمینه تحولات اخیر بازار داخلی ارز به صدای آمریکا گفت: یکسانسازی ارز به نفعی که بانک مرکزی میخواست اجرا کنه، یعنی با دستور بگوید که این مقدار قیمت دلار اینطور خواهد بود و به این ترتیب و هر وقت هم چه شد پول بریزه توی بازار، بله اون نه تنها شکست خورده، خیلی وقت هم هست که شکست خورده. با این وجود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای در راستای آنچه جلوگیری از ائتلاف منابع و قطع دست سودجویان عنوان شده، از ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ شعب ارزی در مناطق آزاد خبر داد. اقدام بانک مرکزی که به عنوان اقدامی در جهت سنرخی کردن ارز از آن یاد شده با انتقاداتی روبروست. کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام مخالفت با این موضوع از آسیب اقتصادی حاصل از این اقدام سخن گفته و با تاکید بر سوء استفاده از افزایش رانتی که حاصل این نوع سیاست هاست، نتیجه کار را هرج و مرج پیش بینی کرده است. بله، با این آشفت بازاره و باعث سوء استفاده است، باعث فساد و البته یک عده‌ای که امکاناتشو دارن و حتی کسانی که در دستگاه دولت هستن این امکانو پیدا میکنن که از این موقعیت استفاده کنن، سودهای کلان ببرن. روزنامه شرق در شماره روز چهارشنبه خود از قول پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، نوشته: تحریم‌ها شریان‌های پولی و ارزی ایران با جهان را به شدت محدود کرده است. البته مقداری روی مسئله آشفته شدن بازار ارز و بالا رفتن ارز اثر داشته، ولی اون چیزی که خیلی خیلی مهمتره مسئله تورم، مسئله ناامنی اقتصادی است و مسئله مقررات عجیب و غریب. و اون چیزی که اثر تحریم‌ها بوده، افزایش این اثرات دیگه بوده، مثل نمک و فلفلی که به غذا اضافه کرده باشند. افزایش نرخ ارز تنها شامل دلار نبوده. هر یورو روز چهارشنبه به قیمت 1843 تومان معامله شد و فاصله این ارز اروپایی در بازارهای آزاد و دولتی به 355 تومان رسید. وفا آذربهاری، صدای آمریکا.